جامعه سیاسی ایران یک تکنوکرات را از دست داد. از 12 شهردار تهران حالا به عنوان متهم به قتل عمد یاد می شود. در این میان چرا شیوه پوشش خبری این رویداد با واکنش منفی در افکار عمومی روبرو شده؟ آیا حاشیه های قتل میترا استاد همسر محمد علی نجفی بر متن سنگینی می کند؟ در خارج از مرزهای ایران در این روزها سه نشست در شهر مکه برپا شد که موضوع سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در هر سه پررنگ بود. حاصل تکرار اتهام تهدید امنیتی حکومت ایران در منطقه چیست؟ در این برنامه چشم‌انداز نگاهی می‌کنیم به این موضوعات. سلام بر شما که به تماشای چشم‌انداز شنبه 11 خرداد 1398 خورشیدی برابر با اول ژوئن 2019 میلادی نشسته اید. من علی خردپیر در یک ساعت پیش رو میزبان این برنامه زنده هستم. به چشم‌انداز خوش آمدید. سه‌شنبه هفته‌ای که گذشت، سرپرست دادسرای جرائم جنایی تهران از به قتل رسیدن همسر شهردار پیشین تهران خبر داد. خبرگزاری‌ها و تلویزیون ایران تنها چند ساعت پس از اعلام وقوع قتل گزارش دادند که محمد علی نجفی به قتل همسرش اعتراف کرده. این خبر با واکنش‌های فراوانی در جامعه ایران روبرو شد. برای گفتگو در این رابطه با دو میهمان همراه هستیم، اما پیش از آن گزارشی رو با هم ببینیم که همکارم مهدی دهخان تهیه کرده. قتل میترا استاد همسر نجفی شهردار سابق تهران، ماجرایی که حالا شیوه رسانه‌ای شدن آن گویا از قتل مهمتر شده. احوالپرسی پلیس و پذیرایی با چای از نجفی متهم به قتل و اعتراف تلویزیونی نجفی درست چند ساعت پس از انتشار خبر به بحثایی درباره سیاست‌های رسانه‌ای صدا و سیما در مورد این قتل دامن زده. پس از آن محمود علیزاده طباطبایی یکی از وکلای نجفی میگوید تصاویر افراد به صف شده برای احترام گذاشتن، همچنین چای خوردن و احوال پرسی نجفی برای زمان بازدید وی به عنوان شهردار تهران از مرکز پلیس آگاهی بوده. ادعایی که صبح روز شنبه حسین رحیمی فرمانده انتظامی تهران بزرگ و رسانه‌های نزدیک به سپاه را رد کردند، زیرا رئیس پلیس آگاهی در زمان بازدید نجفی شخص دیگری بوده و تصاویر مربوط به سال گذشته نیست. اینجور مطالب موضوع دیگر ماجرا به تصویر کشیدن چهره متهم بدون اثبات جرم و همچنین نمایش تفنگ توسط خبرنگار صدا و سیماست. خب این کلی هستش که آقای نجفی با اون همسر دومش به قتل رسونده. 13 تا چی توش؟ 1، 2، 3. طبق گفته مقامات قوه قضاییه، تنها قضات پرونده و تیم جنایی حق دسترسی به تفنگ یا همان آلت قتاله را دارند. حالا قوه قضاییه میگوید به زودی علیه صدا و سیما اعلام جرم میکنند. اما سوال اینجاست، چگونه تفنگ در اختیار خبرنگار صدا و سیما قرار گرفته و چه کسی در پشت ماجرای رسانه‌ای کردن این قتل با این سرعت بوده؟ برخی جناها این ماجرا را تسویه حساب سیاسی دانستند، اما اصل ماجرا یعنی به قتل رسیدن یک زن در حاشیه قرار گرفته و اینکه مادر میترا استاد خواهان قصاص شهردار سابق تهران است. در حال حاضر بررسی پرونده نجفی در جریان است و در روزهای گذشته بازسازی صحنه جرم بدون حضور وکلای وی انجام شده. شخص اروپ کاره بازسازی صحنه تمام شد و همینطور که می‌بینید تیم تحقیقات و معمولاً اداره 10 از صحنه خارج شد. مهدی دهخان، ایران اینترنشنال. خوش آمد میگم به فرشته قاضی، روزنامه‌نگار و موسی برزین، پژوهشگر حقوق که از طریق اسکایپ در این برنامه حضور دارن. خانم قاضی، گفتگو رو با شما آغاز کنم. آنقدر در واقع این خبر و گزارش‌های پیرامون این خبر در واقع پرحاشیه است که من داشتم با خودم فکر می‌کردم از کجا میشه گفتگو رو شروع کردم. اما همونطوری که در گزارش همکارم هم اشاره شد،
اجازه بدیم بپردازیم به آن ایرادی که از خود نیروی انتظامی یا درست‌تر بگم پلیس آگاهی گرفته میشه. در واقع شما فکر میکنید که صدا و سیما چه چیزی رو در آگاهی نشون داد؟ آقای حسین رحیمی فرمانده نیروی انتظامی گفته زمانی که از آقای نجفی فیلم گرفته شد مربوط به موقعی بود که وی به پلیس آگاهی منتقل شده بوده و بازجویی‌های مقدماتی در حال انجام بوده. ببینید انقدر همونطور که شما هم اشاره کردید تو گزارشتون هم بود، این حاشیه‌های مربوط به این مسئله که به خودی خود هولناک هست به متن غلبه کرده که تمیز کردن خیلی چیزا خیلی سخت شده، شاید به این دلیل که تاکنون سابقه نداشته فردی که چند دهه سمت وزارت داشته یا نامزد بالقوه انتخابات ریاست جمهوری بوده یا در سمت‌های مدیریتی بوده به دلیل پرونده قتل خانوادگی بازداشت بشه و همه چیز اصلا حیرت انگیز از برخورد نیروی انتظامی تا صدا و سیما و رسانه‌ها، تیپ‌های مختلف سیاسی ایران و این وسط چیزی که فراموش شده انگار این هستش که اون خانومی هست که به قتل رسیده. ما تصاویری که داریم میبینیم صدا و سیما از اداره آگاهی پخش منتشر میکنه، پخش میکنه، از اون نحوه شمردن گلوله ها تا چای خوردن آقای نجفی، نوع گزارش هایی که اینا دارن میدن بیش از این که این رو به اذهان برسونه که میخوان اطلاع رسانی بکنن، به نوعی داره عادی سازی میشه، عادی سازی قتل یک زن توسط همسرش. نیروی انتظامی تا حالا در موارد دیگه کسانی که متهم به قتل بودن یا جنایتی مرتکب شدن، وقتی عمل کردش رو با الان داریم مقایسه میکنیم اصلا فقط آدم میتونه حیرت بکنه. و اینجا حالا یه چیزی هم هست که انتقادها بیشتر به سمت صدا و سیما هست. صدا و سیما من میتونم بگم واقعا کار کثیفی کرده، کاسبی از یک واقعی هولناک، کار بسیار زشت و غیر اخلاقی هست و به هیچ عنوان از نظر رسانه‌ای قابل پذیرش نیست. اما این انتقادها متوجه نیروی انتظامی هم هست، فرمانده پلیس یا اداره آگاهی با کدوم قاتلی تا حالا نشسته چای خورده که ما صحنه‌های چای خوردنش با آقای نجفی رو داریم میبینیم. اگر بخوایم یه تفکیکی قائل باشیم بین رفتار پلیس آگاهی و نوع پوشش خبری به ویژه از سوی صدا و سیما در رابطه با خود نیروی انتظامی پلیس آگاهی، توقع افکار عمومی در برخورد با یک چهره شناخته شده سیاسی چه بود؟ یعنی من می‌دیدم برای مثال در شبکه‌های اجتماعی حرف زده می‌شد از اینکه چرا با رئیس آگاهی آقای نجفی دست داده. شما اشاره کردید که ایشون در حال نوشیدن چای هستند، اما اونها هم توضیحی که میدند این هستش که خب ما نمیتوانستیم که برای فرض کنید رئیس آگاهی پذیرایی داشته باشیم و ایشون که به هر حال مسئولیت داشتند، وزیر بودند، چند دوره معاون رئیس جمهور بودند، پذیرایی نداشته باشیم. توقع افکار عمومی رو شما چه میدیدید؟ ببینید چیزی که وجود داره این هستش که آقای خردپیر روایت هایی که تا حالا از اداره آگاهی، از پلیس فتا، کلن از این نیرو بیرون اومده در مورد کسانی که متهم به قتل بودن از خانواده یا وکلاشون شنیدیم، در مورد کسانی که با اتهامات دیگه بازداشت شدن، همیشه نقض قانون بوده، نقض حقوق شهروندی و قانونی متهمان بوده. و میگم اصلا روایت های هولناکی وجود داره. من خودم مدتی که توی زندان اوین بودم، دو روز فقط توی بند عمومی بودم، با زنانی مواجه شدم متهم به قتل بودن که میگفتن انقدر کتک خورده بودن توی اداره آگاهی مجبور شده بودن به عهده بگیرن که فقط دیگه کتک نخورن. اون روایت ها رو ما داریم که نقض حقوق متهمانه. از این طرف ما این تصاویر رو میبینیم، خب این چیزیه که با هم نمیخونه. افکار عمومی انتظار داره که اونجا هم طبق قانون رفتار بشه، حقوق شهروندی محترم شمرده بشه، اینجا هم کسی که قتل کرده با
کسی که باید اون پرونده رو رسیدگی بکنه، مسئول رسیدگی به پرونده است و تمام زوایاشو در بیاره، نشینن چایی بخورن. بسیار. در واقع دو تا چیز متضاد میبینیم که هر دوش اتفاقا از طرف اداره آگاهی وقتی داره صورت میگیره نه با قانون میخونه نه با اون چیزی که افکار عمومی انتظار داره. بسیار خوب. جناب آقای برزین، قبل از اینکه پرسشم رو درباره مسائل قضایی و حقوقی این پرونده با شما در میون بگذارم، در همین رابطه‌ای که با خانم قاضی صحبت کردم میخوام نظر شما رو هم بدونم. فرمانده نیروی انتظامی تهران گفته اگر مردم احساس میکنند که ما اشتباهی کردیم عذر خواهی میکنیم. اشتباه در کجای کار بوده؟ آیا شما فکر میکنید انتقادهایی که مردم مطرح میکنند این هست که باید چنان متهمان دیگر با آقای نجفی برخورد میشد، یعنی خشونت باید تعمیم داده بشه برای همه یا نه؟ بله، در مرحله اول باید توجه بشه که انتشار فیلم آقای نجفی صرفا در آگاهی نبوده. بعد روز بعدش که ایشون به شعبه بازپرسی دادسرا منتقل شده، در اونجا هم در حضور بازپرس یه خبرنگار وجود داره و داره گزارش میده از به اصطلاح سوال جوابهایی که بین متهم و بازپرس پرونده صورت میگیره. این مسئله ای که گفتم از این نظر مهمه که اخیراً در خبرها اومده که قوه قضاییه از صدا و سیما به صدا شکایتی کرده که چرا اینا رو منتشر کرده. خب شما در خود بازپرسی هم اجازه دادید که چنین تصاویری منتشر بشه. این از این. ولی در جواب سوال شما عرض کرد که ما در قوانین صراحتاً داریم که مرحله تحقیقات مقدماتی به صورت محرمانه هست و مطابق اون در ماده 96 قانون آیین دادرسی کیفری اشاره شده که انتشار تصویر و به اصطلاح تصویر و فیلم متهم در رسانه ها و جریان پرونده در رسانه ها ممنوع هستش و حتی قانونگذار برای انتشار این به اصطلاح تصاویر مجازات هایی تعیین کرده. بنابراین ما در اینجا شاهد یک رفتار کاملا برخلاف قوانین هم از طرف آگاهی، هم از طرف صدا و سیما و هم از طرف بازپرس پرونده هستیم. این قابل قبول نیست که صرفا حالا یه خبرنگاری رو بگیم که همش کار این بوده. به هر حال ورود خبرنگار به آگاهی و بازپرسی قطعا با اجازه و تایید مقامات قضایی و انتظامی بوده، بنابراین اونها هم دخیل هستن. وقتی ما نگاه میکنیم خب صدا سیما این کار رو میکنه، بازپرسی اجازه رو میده، اداره آگاهی اجازه رو میده، خب نمیشه گفت که اینا اتفاقی بوده و مثلا به اصطلاح ناشی از حالا یه اشتباهی بوده که حالا این اداره آگاهی بیان کرده به صورت تصادفی بوده. من فکر نمی کنم که تصادفی بوده، چون اون بازپرسی که اونجا نشسته به اصطلاح قطعا آگاه از قوانین است. حالا در ادامه من به بحث اسلحه و اینها هم اشاره خواهم حتما کرد. خانم قاضی، حتی میشه به قبل، یعنی چند ساعت پیش از حضور آقای نجفی در پلیس آگاهی هم پرداخت. من ویدیویی رو میدیدم که از صدا و سیما پخش شده بود، تنها چند ساعت از اعلام خبر وقوع این قتل گذشته بود که خبرنگار صدا و سیما میگفت در واقع ما اطلاعاتی داریم که در صحنه وقوع جرم درگیری صورت گرفته. من میخواستم از شما که در ایران کار خبری انجام دادید بپرسم آیا بازپرس و تیم تحقیق اطلاعاتش رو بلافاصله در اختیار خبرنگاران قرار میده؟ رویه به چه صورته؟ نه، به هیچ عنوان چنین چیزی نیست. اصلا تا مدت ها هر چقدر هم تلاش بکنید همیشه بر اساس قانون، حالا آقای برزی میتونن اون چیزهای حقوقی رو دقیق تر توضیح بدن، ولی تو حرفه ما همیشه دنبال
خبر، دنبال سوال، دنبال حتی گرفتن یک چیز کوچک میرفتیم، ولی با این عنوان که فعلا محرمانه هستش، در مرحله تحقیقات اولیه هست، در مرحله بازپرسیه، نمیدونم، به هیچ عنوان چنین چیزی نبود. الان ما با یه چیزی مواجه هستیم. اشاره میکنید صدا و سیما چند ساعت قبلش هم چنین کاری کرده بود. ما الان دیگه تو ادبیات سیاسی رسانه ایران کاسبان قتل رو داریم، بهره برداری که رسانه ها، حالا به خصوص صدا و سیما و در کنارش رسانه‌های اصولگرا و حتی اصلاح طلب از این موضوع کردن، لطیفه هایی که واسه این مسئله هولناک ساخته شد، قضاوت هایی که رنگ اتهام به خودش گرفت علیه کسی که دیگه کشته شده و زنده نیست که پاسخ بده، همه اینها واقعیت اینه که یک سراشیبی رو و یک سقوط اخلاقی رو داره نشون میده، به خصوص از توی رسانه ها غم انگیزه. مخالفان جریان اصلاحات اومدن این قضیه رو به نوعی برای زدن اصلاح طلبها استفاده کردن، مثل روزنامه وطن امروز که انگار 20 سال صبر کرده بود که بالاخره یک جایی پاسخ تیتر روزنامه صبح امروز در مورد ترور حجاریان، سعید حجاریان رو بده، و از طرفی روزنامه اصلاح طلب انگار رفتن در پی انتقامجویی درون حزبی، یعنی به نوعی دیگه تبدیل شدن به سخنگویان احزاب، و این آشفتگی که توی مطالبی که منتشر کردن، گزارش ها و تحلیل های عجیب و غریبی که داشتن ارائه میدادن، واقعا بیش از هر چیز ناقض حقوق شهروندی مقتول و قاتل بود، و از طرف دیگه اصول حرفه‌ای و اخلاقی روزنامه‌نگاری رو زیر سوال می‌برد. به جای اینکه این رسانه‌ها بررسی کنن به این پاسخ بدن که خانم میترا استاد چه حرف ناگفته‌ای داشته که تماس گرفته بوده با رسانه‌ای می‌خواسته حرف بزنه، و آیا حرفش اونقدرها تهدید محسوب می‌شد که جونش رو به خاطرش از دست بده، یا آقای نجفی چه حرفای ناگفته‌ای داره بعد از استعفاش، حتی دلایل استعفاش در شهرداری رم توضیح نداد. ولی اتهام زنی ها، یعنی ما فقط شاهد اتهام زنی و به نوعی تسویه حساب های سیاسی و درون گروهی بودیم. و شما اعتقاد دارید که این تسویه حساب سیاسی حتی در اردوگاه اصلاح طلبان هم روی میده؟ ممنونم. اجازه بدید با آقای برزین بیشتر در مورد رویه تحقیق قضایی صحبت کنیم. آقای برزین، اشاره کردید به بحث در دست بودن، در واقع در دست گرفتن سلاح از سوی خبرنگار. پلیس میگوید تا زمانی ما به در واقع اسناد و مدارک موجود در صحنه جرم دست نمیزنیم که اثبات نشده باشد در واقع استفاده از اون. من میخوام از شما این رو بپرسم که چقدر این حرف پیش از هر چیز محکمه پسند هست، و دیگر اینکه آیا اساساً این اتفاق نمیتونه در تحقیقات قضایی در روندش اثر بگذاره؟ یعنی الان ما اثر انگشت کسان دیگر رو هم رو همین سلاح داریم میبینیم. بله، سخن خیلی نامعقول و ناپسندی پلیس به اصطلاح اینجا مطرح کرده. اول اینکه قوانین صراحت دارن وقتی که جرمی اتفاق میفته، آلات و ادوات مربوط به جرم باید در صحنه جرم توقیف بشه بدون اینکه کسی دستی بزنه بهش، صورت مجلس بشه، توصیف بشه، در یک پوششی گذاشته بشه و اون پوشش شماره گذاری بشه و در اختیار بازپرس قرار بگیره، و صرفاً کارشناسان مسئله با دستور بازپرس به اصطلاح میتونن به اون دسترسی داشته باشن. بنابراین خود رئیس پلیس آگاهی هم حتی نمیتونه به اون دست بزنه. دوم این که ایشون میفرمایند که اثبات شده باشه. خب الان که مسئله اثبات نیست، این که حالا خودش اومده اعتراف کرده دلیلی بر اثبات نیست. وقتی ما میتونیم بگیم اتهام کسی اثبات شده است که رأی قطعی در مورد ایشون صادر شده باشه،
بنابراین خیلی جای تعجب بود که پلیس آگاهی این اسلحه رو میده به دست اون و قطعا در مراحل بعدی هم تاثیرگذار خواهد بود. به هر حال ممکن هستن اظهارات آقای نجفی فرق بکنه، مضافاً بر این که اقرار وقتی صحت داره که مقرون به صحت باشه و فرضاً اصلا اقرار هم شده و اقرار هم درست است. به هر حال قانونگذار تکلیف و مشخص کرده که همه شواهد و مدارک باید جمع‌آوری بشه. اتفاقاً یک آیین‌نامه مخصوص در سال 96 در این مورد صادر شده که در مورد نحوه بازرسی و بررسی صحنه جرم و نحوه ضبط و توقیف اشیا و خود این آیین‌نامه و قوانین صراحتاً به اسلحه هم اشاره کرده که اگر اسلحه گرم باشد باید توقیف بشه و باید در یک پوششی گذاشته بشه. لذا خب ما از طرف دیگر توجه کنید، در قانون اساسی صراحتاً اشاره میشه که همه در برابر قوانین مساوی هستند. ما در این رفتاری که مقامات قضایی و پلیس داشت و به علاوه صدا سیما شاهد بودیم که چنین نیست. خانم قاضی توضیح دادن که مشکلات زیادی در رابطه با خبررسانی داشتند. به ما که وکیل بودیم در مرحله دادسرا اجازه ورود به اتاق بازپرسی نمیدادن در خیلی از موارد. ساعتها پشت به اصطلاح در میماندیم تا اینکه حالا بتونیم یک نکته ای رو در دفاع از موکل به بازپرس بگیم. اینجا خب به هر حال رفت و آمد هست، مشخص گزارش تهیه میشه و هیچ مشکلی نیست. لذا اینکه نتیجه میگیریم که خیلی از اصول و موازین حقوقی زیر سوال رفته و عرف قضایی هم اینجا خدشه‌دار شده است. بسیار خوب. خانم قاضی، یک نکته ای در این پرونده وجود داره یا به عبارتی در نوع پوشش خبری وجود داره که شاید بهش کمتر اشاره شده باشه و اونم بحث فرزند مقتول هست که یک کودک طبق تعاریف بین المللی 13 ساله هست و کودک محسوب میشه. من کاری با قوانین و مقررات در واقع کشورهای دموکراتیک ندارم، اما در ایران چقدر میتونیم برای کسب اطلاعات، برای کسب خبر مراجعه کنیم به یک کودک؟ ببینید، اصول حرفه‌ای و اخلاقی روزنامه نگاری ایران و غیر ایران نداره، همه جا یکسان هست. در رابطه با کودکان، این کودکی که زیر سن، یعنی زیر 18 سال کلن کودک محسوب میشه، نمیتونه منبع خبر باشه، نمیشه عکسش رو منتشر کرد، نه به عنوان، من دیدم رسانه‌ها به عنوان ولی دم با اون مصاحبه کردن و حتی نوشتن چون سنش کمه پدرش، یعنی پدر خانم استاد به جای او تصمیم گیری خواهد کرد. شما وقتی مینویسید که این سنش کم، زیر سن قانونی هست، چطور به خودتون اجازه میدید که صحبت‌های این بچه رو اونم تو اون شرایط، تو اون ساعت‌های اولیه‌ای که قتل صورت گرفته و این بچه خب قطعا صدمه دیده، این رو منتشر بکنید؟ من گفتم تمام از این بچه گرفته تا نوع اطلاع رسانی ها، پرست و نامی دیدن خانم استاد و خیلی مسائل دیگه ای که پیش اومد، در واقع نشون میده چقدر وضعیت رسانه های ما خرابه و چقدر با اصول حرفه‌ای و اخلاقی ما فاصله داریم. خانم قاضی، مشخصا وقتی که رسانه های ایران از عنوان پرستو استفاده میکنن، اشارهشون چی است؟ ببینید، این اصطلاحی هستش که این روزا دیگه خیلی سر این قضیه بیشتر در موردش مطلب داره منتشر میشه، مربوط به روس هاست، از ادبیات سیاسی اونها گرفته شده. زنانی هستن که دستگاه های امنیتی برای اغوا یا فریب یا گرفتن اطلاعات سراغ افراد صاحب منصب، مقام های با نفوذ، حالا سیاسی اجتماعی میفرستن. در کنار این کلاغ ها هم هستن که اونها پسران
جوان هستن که برای چنین مقاصدی مورد استفاده قرار میگیرن. الان بخشی از اصلاح طلبان، کسانی که مدام دارن سابقه نخبه بودن و مدیریت و اون وزارت و در واقع تجربه آقای نجفی رو گوش زد میکنن، اشاره میکنن به اینکه خانم استاد پرستو بوده، دامی بوده از سوی نهادهای امنیتی. بخشی از صحبت‌های دختر آقای نجفی، دختر خونده‌شون، همچنین خود ایشون هم چنین شایبه‌هایی ایجاد کرده. اما مسئله این هستش که نمیشه بدون سند و مدرک اتهام به کسی زد که جونش گرفته شده. و اگر چنین چیزی بوده، یک سال گذشته بعد از استعفای آقای نجفی از شهرداری، این اصلاح طلبانی که الان دارن این رو بیان می‌کنن، چه تلاشی کردن که چنین اتفاقی نیفته، چنین مسئله‌ای پیش نیاد؟ یعنی در واقع انگار همه دست به دست دادن که این اتفاق بیفته و بعد حالا کاسبی بکنن، حالا در اون گروهی یا به قولی جناح مقابل. در این مورد توییت آقای کرباسی که اتفاقا همحزبی آقای نجفی بوده و همون ساعت اولیه توییت کرد واکنش نشون داد، هم به این مسائل، به این شایبه دامن زده. ما نمیدونیم کدوم یکی از اینها واقعا واقعیت داره و کار رسانه، کار روزنامه‌نگار اینه که اینها رو بره تمیز بکنه، به افکار عمومی ارائه بده، نه اینکه خودش بخشی از این ابهامات بشه، بخشی از این اتهام‌زنی‌ها بشه. بسیار خوب، من یادآوری میکنم که غلام حسین کرباسچی، شهردار پیشین تهران، در همین برنامه و در زمانی مشخص و کافی میتونن بیان و صحبت کنند و از خودشون، از توییتی که اشاره شد، دفاع کنند. آقای برزین، آیا گفتگو با فرزند مقتول میتونه مورد استناد حقوقی قرار بگیره؟ خوشحال میشم اگر کوتاه در دو قسمت این رو بگید. یک، بحث استناد حقوقی هست که قاضی میخواهد رأی بدهد، و دیگری تحقیق پلیس. ببینید، این که بخوان اظهارات یک فرد کودک، نوجوان، حالا غیر رشید رو بشنوم، مانعی در این کار نیستش. قضات میتونن از همه اشخاص در هر سنی تحقیق کنن و بعد در مورد کشف حقیقت کمک بگیرن. ولی به هر حال وقتی که ایشون اقرار کرده و اقرار ایشون نشون میده که خب همش، بسیاری از شواهدی هم که نشون میده این است که اقرار ایشون درست بوده، دیگه نوبت به اونجا نخواهد رسید. یعنی در حقوق جزای ایران به اصطلاح اقرار میگن به اصطلاح برترین دلیل هستش. من فکر نکنم اگر پرونده به همین منوال ادامه پیدا کنه نیازی باشه که زیاد هم به سخنان افراد دیگه استناد بشه، ولی با توجه به شواهد و قرائن این احتمال وجود داره که در جریان پرونده و بعد از فروکش کردن به اصطلاح این هیجان رسانه‌ای، مسائل دیگری از طرف خود آقای نجفی و یا وکلای ایشون مطرح بشود تا جریان پرونده از یک قتل عمد به یک قتلی که یا غیر عمد و یا اینکه قربانی و مقتول مستحق به اصطلاح کشته شدن بوده و یا آقای نجفی با اعتقاد به استحقاق ایشون برای کشته شدن اقدام به این کار کرده است، وارد شده و منحرف بشود. بسیار بسیار ممنونم از فرشته قاضی، روزنامه‌نگار، و موسی برزین، پژوهشگر حقوق، که دعوت من رو برای شرکت در این گفتگو پذیرفتند. در نیمه دوم چشم‌انداز امشب به همراه دو میهمان دیگر نگاهی خواهیم داشت به برپایی نشست‌های شورای همکاری خلیج فارس، اتحادیه عرب و سازمان همکاری‌های اسلامی در شهر مکه، که در هر سه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با انتقادهای فراوانی روبرو شده. از شما دعوت می‌کنم که بیننده چشم‌انداز بمانید.
سلامی دوباره بیننده نیمه دوم چشمانداز شنبه شب هستید. در این روزها عربستان سعودی میزبان نشست‌های شورای همکاری خلیج فارس، اتحادیه عرب و سازمان همکاری‌های اسلامی بوده. در هر سه نشست نسبت به سیاست خارجی حکومت ایران انتقادهای جدی مطرح شده و وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران هم این انتقادها و اتهام‌های مطرح را رد کرده. گزارش همکارم تاج‌الدین سروش رو با هم ببینیم. فرودگاه مکه و نمایش سلاح‌های ساختی ایران. عربستان سعودی با به نمایش گذاشتن این سلاح‌ها می‌خواهد شک کشورهای عربی نسبت به مداخله ایران در امور داخلیش را به یقین تبدیل کند، محلی که رهبران پیش از ورود به نشست مکه از آن دیدن کردند. عربستان سعودی در نشست سه‌گانه مکه تلاش کرد تا یک جبهه متحد اسلامی را علیه ایران تشکیل دهد. نشست هایی که پیامدهای حمله به تأسیسات عربستان سعودی و نفتکش های امارات در بندر فجیره را بررسی کردند. برادران من، آنچه رژیم ایران در مورد مداخله در امور داخلی کشورهای منطقه و توسعه برنامه هسته‌ای‌اش انجام می‌دهد، تهدید امنیت جهان است. این مسئله خطر را در راستای تأمین نفت در جهان ایجاد می‌کند و سرپیچی از قطعنامه صلح سازمان ملل است. در بیانیه پایانی این نشست از جامعه جهانی هم خواسته شده تا مسئولیتش را در قبال صلح و ثبات منطقه اجرا کند. در پایان نشست کشورهای اسلامی در مکه، عادل الجبیر وزیر مشاور در امور خارجی عربستان سعودی به خبرنگاران گفته کشورهای اسلامی در نشستهای مکه ایران را در رابطه به حمله به نفتکش ها محکوم کردند و از این کشور خواستند تا رفتارهای مخربش را در منطقه متوقف کند. در اینجا اما قضیه برعکس است. این همپیمانی ایران آمریکا و متحدانش را به نابودی تهدید می کند. آقای ترامپ و سازمان اطلاعاتی آمریکا خوب می داند که جنگ در مقابل ایران فقط در مرزهای ایران متوقف نخواهد شد. جنگ در مقابل ایران به معنی آتش گرفتن تمام منطقه است. رویاروی ایران و آمریکا پای همپیمانان هر دو طرف را به میدان رقابت کشانده. پس از حمله به نفتکش ها در خلیج فارس، وضعیت منطقه نسبت به هر زمانی دیگر متشنج تر شده. عربستان سعودی در کنار آمریکا تلاش دارد تا جهان اسلام را در مقابل ایران بسیج کند، تلاشی که پس از برگزاری سه نشست پی در پی ممکن است به آن نزدیک تر شده باشد. تاج‌الدین سروش، ایران انترنشنال. در این بخش از برنامه میزبان دو کارشناس هستم. خوش آمد میگم به حسن هاشمیان، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، و افشین شاهی، مدرس مطالعات خاورمیانه در دانشگاه برادفورد. جناب آقای شاهی، در بیانیه پایانی نشست سران اتحادیه عرب فهرستی از اتهام‌ها مطرح است. من سریع اشاره کنم: مداخلات ایران در امور داخلی کشورهای منطقه، شلیک موشک‌های بالستیک ساخت ایران به خاک عربستان، پشتیبانی ایران از حوثی‌ها، دخالت‌های ایران در امور داخلی بحرین، دخالت ایران در سوریه. این فهرست در واقع اتهام‌هایی هست کاملا تکراری، شنیده شده و بارها روی اونها تأکید شده. حاصل این محکوم کردن‌ها چه هست؟ همینطور که خودتون اشاره کردی، تا اندازه زیادی این بیانیه‌ها تکرار مکررات بودن. اگر که ما در واقع کنفرانس‌های مشابه به اینم توجه بکنیم در سال‌های گذشته، می‌بینیم تا اندازه زیادی عربستان سعودی سعی کرده که از ظرفیت‌های سیاسی خودش در منطقه استفاده بکنه که یک کلاش شبه اتحادی در دنیای اسلام و خصوصا در دنیای عرب به وجود بیاره، که انتقادات جدی خودش رو در مورد ایران رو به کرسی بشونه. اما چیزی که اینجا متفاوت است و لزوماً تکرار مکررات نیست،
تغییر شرایط هست. شاید اگر که ما انتقادهای مشابه به این رو در سالهای گذشته میشنیدیم، به اندازه امروز به نظر من نگران کننده نبودن. امروز شرایط در واشنگتن تغییر کرده، شرایط در خاورمیانه تغییر کرده. ما شاهد یک اتحاد بی سابقه هستیم بین عربستان سعودی، اسرائیل، امارات متحده عربی و مهمتر از همه ایالات متحده آمریکا، که به نظر میاد بیشتر از هر وقت دیگه جدی هستند برای تکفین یک جبهه متحد برای اعمال فشار بیشتر کردن روی جمهوری اسلامی. در ماه‌های گذشته اتفاقاتی که افتاده واقعا در تاریخ خاورمیانه یا تا اندازه زیادی در تاریخ جهان واقعا مسبوق به سابقه نبوده. اینی که ایالات متحده بیاد مثلا سپاه رو به عنوان یک گروه تروریستی اعلام بکنه، و امروز که بالاخره هنوز نتیجه این تحقیقات مشخص نشده که واقعا چه کسی و چه عواملی پشت این حادثه های اخیر در خلیج فارس بودن، این وضعیت رو بسیار خطرناک میکنه. چون همینطور که مطلع هستید، ایالات متحده برای حمله کردن به اهدافی که به گمان اونها مرتبط هستند به تروریست، نیازی به حمایت کنگره ندارن و شرایط در وضعیت فعلی بسیار حساس است. و مکررن علارغم این که آقای ترامپ گفته که ظرفیت و آمادگی مذاکره با جمهوری اسلامی داره، بیانیه‌های شبیه این میتونه در واقع یک مقدمه‌ای رو فراهم بکنه، میتونه یک شرایط رو فراهم بکنه که بیشتر از هر وقت دیگه جمهوری اسلامی رو در منطقه آسیب پذیرتر بکنه. جناب آقای هاشمیان، آقای شاهی میگویند شرایط تغییر کرده و بر پایه آنچه که ما اسمش رو تغییرات در واقع بین کشورها میبینیم، اتحادی که اشاره کردند بین آمریکا و عربستان سعودی، بین نزدیکی در واقع اسرائیل و عربستان سعودی، این وضعیت نگران کننده است. شما چه فکر میکنید؟ نگران کننده برای چه کسی؟ برای ایران. ببینید، ایران اگر میخواد از این نگرانی ها کم کنه، بایستی حمله به کشورهای همسایه رو کنار بذاره. ایران به نفتکش های این کشورها حمله کرده، به لوله نفت این کشورها حمله کرده. شما فقط تصور کنید که اگر کسی از این کشورها به نفتکش های ایرانی حمله کرده، اون موقع چی میشد؟ آیه هاشمیان، این مسئله که در واقع تایید نشده، در واقع روشن که نشده که الزاماً ایرانی ها بودند. جان بولتون گفت ما مستنداتی داریم که حالا ارائه میدیم به سازمان ملل. ببینید، یک روز بعد از این حمله، نه اماراتی ها، نه آمریکا، نه اون جهتی که فکر میکنیم که با ایران دعوا داره یا مشکل داره، بلکه نروژ اینو گفت. نروژ گفت که این توسط ایرانی ها صورت گرفته. پیش مقدمه این کار هم واضحه که از طرف سپاه پاسداران چیده شده بود. مجموعه تهدیدهایی که در منطقه صورت گرفت در مورد تنگه هرمز، اینها قبل اتفاق افتاده. علاوه بر این، اون چه که اتفاق افتاد کاملا بخشی از یک پازل خیلی گسترده است که مربوط به ایران میشه. ایران برای مواجهه با تحریم هایی که الان به شدت اونو در منگنه قرار داده، راهی جز گزینه نظامی نداشت و استفاده از این گزینه نظامی رو به کار برد. بنابراین همه چی مشخصه که این کار ایرانه، و در آینده نزدیک هم خواهیم گفت که وقتی که، چون که سعودی ها و اماراتی ها دارن کار روتین اداری رو انجام میدن، یعنی میفرستن برای مؤسسات بین المللی و مؤسسات بین المللی پیگیر این قضیه میشن، و بنابراین خواهیم دید که این موضوع در شورای امنیت مطرح خواهد شد و کارشناسان سازمان ملل هم همونطور که در سابق تایید کردن موشک هایی که به سوی سعودی شلیک میشه از طرف حوثی ها کار ایران بوده و ساخت ایران بوده، در این زمینه هم تایید خواهم کرد که این کار توسط ایران صورت گرفته. بسیار خوب آقای شاهی، بشنویم از شما چرا ایران تغییر رفتار لااقل در سیاست خارجی خودش در منطقه نمیده، وقتی که به گفته شما شرایط نگران کننده است.
شاید نگران کننده هست، اما در عین حال هم من واقعا ترجیح میدم که منتظر بمونم که از یک طرف یا از یک در واقع سازمان بیطرف جهانی ما واقعا مطمئن بشیم که اتفاقاتی که رخ داده اخیراً در خلیج فارس چه کسی یا چه کسانی در واقع مسئولش بودن. در شرایط فعلی زمانی که ایران بسیار منزوی هست، در زمانی که واقعا سایه جنگ و سایه در واقع تقابل مستقیم بین ایالات متحده و ایران روی در واقع جمهوری اسلامی افتاده، من واقعا نمیتونم درک بکنم که چرا جمهوری اسلامی بخواد شخصا و مستقیما در واقع دست به اقداماتی بزنه که میتونه تبعات بسیار جدی هم برای نظام جمهوری اسلامی و هم برای در واقع منافع ملی ایران داشته باشه. مسئله حوثی ها یک مقدار متفاوت است، حالا به شکل مستقیم و غیر مستقیم حداقل بعضی از رجال امنیتی و سیاسی ایران گفتن که خب از حوثی ها حمایت میکنن و همینطور که آقای هاشمیان هم گفت بعضی از گزارش های سازمان ملل هم این رو ثابت میکنه که در چند سال گذشته مستقیما جمهوری اسلامی از حوثی ها حمایت کرده. ولی خب سوال اصلی اینجاست که به فرض مثال که اگر که این اقدامات تروریستی و خرابکارانه بودن، آیا این اقداماتی بودن که مستقیما توسط به فرض مثال حوثی ها اداره و هماهنگ شدن، یا اینکه ارتباطی داشتن یا ارتباط مستقیمی داشتن به جمهوری اسلامی؟ دست کم آقای شاهی، آمریکا به صراحت مقاماتش اعلام کردند که این گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران اگر به منافع آمریکا صدمه بزنند، ما از چشم حکومت جمهوری اسلامی ایران می‌بینیم. خب یک دیدگاه دیگه هم که ما میتونیم در این زمینه داشته باشیم، در وهله اول من واقعا مطمئن نیستم که چه کسی مسئول اون اقدامات خرابکارانه بوده در هفته‌های گذشته در خلیج فارس، اما یک مسئله دیگه هم که ما میتونیم مد نظر قرار بگیریم که شاید محتمل باشه و نزدیکتر باشه به دیدگاه آقای هاشمیان، ما میدونیم که ایران در شرایط فعلی واقعا ظرفیت تقابل مستقیم نظامی با ایالات متحده و شرکای امنیتی و سیاسیش رو در منطقه نداره. تنها برگ برندهی که جمهوری اسلامی در اون شرایط میتونه داشته باشه در واقع جنگ نیابتی هست، جنگی که میتونه در واقع کشورهای مختلف و از جمله عراق، لبنان و سوریه و حتی کشورهای همجوار ایران رو در خلیج فارس رو تحت شعاع قرار بده. و این دیدگاه هم وجود داره که اگر که به فرض مثال این همکار جمهوری اسلامی بوده، این در واقع پیامی هست بد در واقع عربستان سعودی و شرکای امنیتی و سیاسیش در منطقه که در واقع اگر که حمله‌ای صورت بگیره، اگر جنگی صورت بگیره، در واقع پاشنه آشیل به فرض مثال ایالات متحده در عراق هست، پاشنه آشیل عربستان سعودی در یمن هست و ایران میتونه در واقع از ظرفیت‌ها و نیروهای نیابتی که در منطقه داره استفاده بکنه برای در واقع مقابله به مصر کردن. اما خب این در واقع یک پیش‌فرضی بیشتر نیست. ما باید واقعا منتظر باشیم که ببینیم یک هیئت بیطرف و یک هیئت کارشناس در واقع بین‌المللی واقعا ثابت بکنه که چه کسی یا چه کسانی پشت وقایع اخیر بودن. بسیار خوب آقای هاشمیان، بیانیه در واقع نشست شورای همکاری خلیج فارس رو که من نگاه می‌کردم، از 9 بندی که داره 4 بندش در مورد ایران هست و اشاره میشه که باید ایران در واقع کشتیرانی آزاد و انتقال دریایی نفت رو تهدید نکنه. چقدر شما فکر میکنید که این کشورهای عرب اعضای سازمان همکاری های اسلامی تهدید ایران به بستن تنگه هرمز رو جدی گرفتند یا نه؟ این گفته متأثر هست از همین عملیات خرابکارانه در بندر فجیره که خودتون هم اشاره کردید؟ من فکر میکنم که موضوع بستن تنگه هرمز رو خود ایرانی ها هم قبول ندارن، یعنی خود مسئولین ایرانی وقتی مطرح میکنن به جز شعار فراتر از اون نمیرن و به اعتقاد من توانایی بستن تنگه هرمز رو ندارن. در همین حملاتی که اخیراً رخ داد
فقط کشورهای ضعیف همسایه رو هدف قرار گرفت. این حملات به هیچ وجه نیروهای آمریکایی رو هدف قرار نگرفته، به هیچ وجه یک نیروی خیلی قوی بین المللی رو هدف قرار نگرفته، بلکه کاملا حساب شده در واقع کشورهای ضعیفی که فکر میکنن توانایی پاسخ ندارن و در واقع نتیجه هم همین به دست اومده، اینها پاسخ ندادن و به وسایل دیپلماسی و سیاسی متوسل شدن، در واقع برای این حمله تعیین شده بودن و به عنوان هدف. متاسفانه آیا هاشمیان برای لحظاتی صدای شما را از دست دادیم، بفرمایید. الان بله بفرمایید. بله، من داشتم میگفتم که این حملات در واقع هدفش آمریکا نیست، بلکه کشورهای ضعیف منطقه است. منتها چیزی که الان به دست اومده برعکس نتیجه داده، یعنی اون چه که آقای ظریف و سپاه پاسداران و قاسم سلیمان فکر میکردن که اگر این حمله صورت بگیره بعد بیان یه دیپلماسی هم در کنارش بذارن و بتونن اوضاع خیلی سختی که الان بر ایران تحمیل شده رو تغییر بدن، الان نتایج برعکس شده، چون که با توجه به سفرهایی که آقای ظریف همینطور دیگر مقامات وزارت خارجه ایران به منطقه انجام دادن، هیچ نتیجه اونطور که ایران تصور میکرد به دست نیاوردن. شورای همکاری خلیج فارس به شدت علیه ایران موضع گرفت، سران عرب موضع گرفتن و همینطور کنفرانس اسلامی. بنابراین الان ایران در یک انزوای بسیار حاد منطقه‌ای و اسلامی به سر میبره. تلاش‌های هم الان در سطح اروپا هستش که پامپیو تلاش میکنه اروپایی‌ها رو علیه ایران متحد کنه، اونجا هم ایران رو منزوی کنه. بنابراین سیاستی که اینها تعیین کردن، طراحی کردن و یک بخشش نظامی بوده، یک بخشش تحرک دیپلماسی بوده، به نتیجه نرسیده و نتایج منفی برای خودشون به بار آورده. بسیار خوب. آقای شاهی، آقای هاشمیان اشاره می‌کنند به این که حکومت ایران در واقع در منطقه منزوی شده، شما هم از تغییر روابط و مناسبات در منطقه میگید. یکی از مسائلی که بسیار روی اون در واقع مانوف داده شد در رسانه‌های منطقه، حضور نخست وزیر قطر در دو نشست مکه بود، دو نشست از سه نشست رو عرض می‌کنم. با توجه به نوع رابطه‌ای که قطر با ایران داره در سالهای اخیر و همینطور بد بودن مناسباتش با عربستان سعودی، چقدر ایران میتونه روی کشوری مثل قطر حساب باز کنه؟ آیا ما میتونیم شاهد باشیم که به نوعی یک جبهه هرچند کوچکتر از ایران، قطر و عراق شکل بگیره؟ من واقعا فکر نمی کنم که حضور نخست وزیر قطر در این اجلاس چیزی رو تغییر بده. حداقل تو اونجایی که بنده اطلاع دارم به نظر میاد که فشارهای ایالات متحده روی دوحه بسیار مؤثر بوده برای در واقع اینکه قطر یک هیئت بلندپایه به مکه بفرسته و اونجوری هم که ملک سلمان در واقع استقبال کرد از قطر، یعنی در واقع نخست وزیر قطر، به نظر نمیاد که ما منتظر یک فصل جدیدی در روابط عربستان سعودی با قطر خواهیم بود. از این مسئله هم بگذریم، من واقعا فکر نمی کنم که علارغم بحرانی رو که ما شاهدش بودیم بین قطر و عربستان سعودی و شرکای سیاسیش در منطقه، قطر یا حتی ایران هیچ وقت همدیگر رو به عنوان متحد دیگری در منطقه معرفی کرده باشن. بعد از در واقع آغاز بحران قطر، جمهوری اسلامی سعی کرد که از این بازار آشفته استفاده بکنه، از این آب گلالود به شکلی ماهی بگیره، سعی کرد که یک مقدار مناسبات خودش رو گرمتر بکنه با دوحه. وقتی که در واقع اون بحران شروع شد، ایران جز اولین کشورهایی بود همراه با ترکیه که شروع کرد به صادرات مواد غذایی و مواد لبنیاتی به قطر و به شکلی سعی کرد در واقع این مناسبات رو به شکلی مدیریت بکنه. اما اگر که ما بخوایم جدیتر به قضیه نگاه بکنیم، حتی بعد از اون بحران هم ما در واقع شاهد یک لزوماً یک فصل جدید از مناسبات ایران و قطر نبودیم. قطر هیچ وقت مستقیماً از مواضع جمهوری اسلامی دفاع نکرده و برعکس
اگر که شما به پیش شرط‌های عربستان سعودی نگاه بکنید برای در واقع آغاز مذاکرات صلح با قطر این بود که باید در واقع دست از حمایت ایران برداره و همواره در دو سه سال گذشته قطر گفته که ما هیچ وقت از ایران حمایت نکردیم، از اهداف ایرانی حمایت نکردیم و در واقع این توطئه‌ای بیش نیست که عربستان سعودی سعی میکنه ازش استفاده بکنه برای تضعیف دوحه در منطقه. بسیار خوب آقای هاشمیان، تنها دو دقیقه به پایان برنامه داریم. من اشاره میکنم که امیر قطر چهارشنبه هفته گذشته در واقع میزبان نخست وزیر عراق بود و عراق منتقد اتهام‌های مطرح شده در نشست‌های مکه بوده. بشنویم از شما. عراق یک وضعیت خاصی داره با توجه به تنوع گروه‌های سیاسی که در این کشور وجود داره و بخشی از این گروه‌های سیاسی هم با ایران نزدیک هستن. یعنی اگر عراق غیر از این صحبت می‌کرد غیر طبیعی به نظر می‌رسد. ولی اینو نباید فراموش کنیم که بعد از این تجاملاتی که صورت گرفت از طرف آقای برهم صالح، هم آقای برهم صالح و هم آقای عادل عبدالمجید نخست وزیر با ملک سلمان دیدار کردن، یعنی اون دیدارها و پروتکل‌هایی که بین دو طرف متبادل شد، کارهایی که بین دو طرف قرار صورت بگیره، اون خیلی بالاتر و مهمتر از این صحبت‌ها و تجاملاتی که در واقع در این کنفرانس‌ها صورت می‌گیره و به اعتقاد من عراق دیگه مثل سابق در کنار ایران نخواهد. بسیار بسیار ممنونم از حسن هاشمیان، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، و افشین شاهی، مدرس مطالعات خاورمیانه در دانشگاه برادفورد، که دعوت من رو پذیرفته و در این گفتگو شرکت کردند. یادآور میشم که میتونید این برنامه رو در روی شبکه شبکه اجتماعی یوتیوب در روی کانال ایران اینترنشنال هم تماشا کنید. همچنین یک بار دیگر تأکید میکنم در نیمه اول برنامه امشب اگر نامی از کسی آورده شد، حق او محفوظ هست که در این برنامه حضور پیدا کنه و با ما گفتگو داشته باشه. سپاسگزارم از شما که بیننده این برنامه بودید. با به پایان رسیدن فرصت چشم‌انداز، اوقات خوشی رو براتون آرزو میکنم.